میگم سراغ دستور Edit to Tape. Edit to Tape با Print to Video چه تفاوتی داره؟ اصولا شما زمانی که Print to Video میکنید بعد خودتون ریکورد رو روی دکتون فشار بدید. اما Edit to Tape چطور؟ Edit to Tape دستور پیشرفته تریه، به این معنا که شما یه پنجره اینجا میبینید خیلی شبیه پنجره کپچرتون، که اگر من پلی رو بزنم میتونیم با هم فیلمی رو که داخل تیپ هست ببینیم. و مثلا من میتونم دقیقا اینجا کنترلش بکنم، مثلا پلی رو یک بار دیگه بزنم، فرضاً همونطور که ما هم میبینم اینجا داره بر من این فیلم رو پخش میکنه. خب شما شاید سوال براتون شده باشه که چه فایده ای داره این پخش کردن. ممکنه دقیقا من بخوام در انتهای این کلیپ این سیکوئنسی رو بذارم که الان کار کردم، یعنی به جای اینکه یه نوار نو بذارم توی دک، به جای اینکه از یک فیلم خام استفاده بکنم، دقیقا حتی با دقت فریم این سیکوئنسی رو که کار کردم پشت اون قرار بدم. خب برای این کار چی کار باید بکنم؟ یعنی در ادامه تیپ بزنم. اول من باید اینجا بیام اون لحظه‌ای رو که میخوام شروع سیکوئنس هم باشه انتخاب کنم. به طور مثال من میخوام سکانس من در انتهای این تیپ قرار بگیره. الان زمان ما 35 دقیقه و 40 ثانیه و 0 فریمه. خب ممکنه من بخوام این 0 فریم رو هم 0 بکنم. الان تیپ من میره دنبال اون لحظه بینگرده و میاد دقیقا اینجا. این لحظه رو من به عنوان این پوینت روی نوارم قرار میدم. همونطور که شما خاطرتون هست این پوینت شروع ما بود. پس الان سکانس من وقتی میاد روی تیپ ما از اول تیپ ما نمیاد، دقیقا از دقیقه 35 ثانیه 48 و 20 میاد. سه تا تب این بالا شما دارید، اولش دیوایس سیتینگ هست، این کپچر شما، شما بعد فایروال کنترلرتون رو انتخاب کرده باشید اگر میخواید از پورت فایروال استفاده بکنید همونطور که ما اینجا داریم استفاده میکنیم، کپچر پریستتون یا در واقع همون اینپوت شما عیناً عین همون چیزی که توی کپچرتون داشتید، اون فرمتی که دارید باش کار میکنید، این دوتا رو حتما درست انتخاب بکنید. مسترینگ سیتینگ شما خیلی شباهت داره به اون چیزی که شما توی پرینت تو ویدیو دیدید، اینی که چقدر قبلش کالر بار بخواید، اینی که بعدش تصویر سیاه بخواید، نوشته بخواید روی تصویر باشه، سیاهی بعدش، حالا شمارش معکوس یا هر چیز دیگه. دقیقا شما اینجا این همون دستور رو هم دارید که از این پوینت شما روی سیکونس تا آوت پوینت رو بزنه یا کل سیکونس رو بزنه. من اگر اینجا بگم مثلا از این پوینت رو بزن تا آوت پوینت رو، یا بذارید یه ذره اضافه تر بذارم، بذارم مثلا از اینجا تا اینجا رو بزن و بیام اینجا به جای انتایر میدیا این تو آوت رو انتخاب بکنم، فقط بین اینجا تا اینجا رو برام کپی کنه. اما قسمت ویدیو که شاید مهمترین قسمت باشه، همونطور که ما دیدیم من متوجه شدم که دقیقا از چه لحظه‌ای میخوام این فیلم رو کپی بکنم، در واقع این سکانس رو از اون لحظه که میخوام قرار بدم پشت این نواری که الان توی دکه یا حالا توی دوربین شماست، اینجا این پوینت رو تعیین کردم. این نکته که الان خدمتتون میگم بسیار مهمه، سیکونسی که من الان اینجا دارم و روش میخوام کار کنم و در واقع روش کار کردم، میخوام خروجی بگیرم، سیکونس پی اف منه. شما باید این سیکونس رو درگ بکنید روی پنجره ادیت تو تیپتون و همونطور که میبینید اسمبلش بکنید. اینسرت غیر فعاله، نیاز ما نداریم توی این قسمت اینسرت رو بدونیم، یه بحث خیلی مفصلیه. پریویو هم غیر فعاله، اسمبل شماست که فقط فعاله و میتونید این کار رو انجام بدید. این نکته رو حتما بهش دقت بکنید که حتما و بدون شک شما باید سیکونستون رو از توی براوزرتون درگ بکنید روی پرینت تو پنجره پرینت تو ویدیو و اسمبل رو انتخاب بکنید. من وقتی ولش بکنم میگه من الان برای پخش آماده هم، اگر شما فکر میکنید که همه چیز مرتبه اوکی رو بزنید تا من شروع بکنم به ریکورد کردن. به محض اینکه من اوکی رو میزنم
اول میاد روی تیپ من دنبال اون زمانی میگرده که من براش تعیین کردم. من زمان 35 دقیقه و 48 ثانیه و 0 فریم رو براش تعیین کردم. میگرده روی تیپ اون زمان رو پیدا میکنه. این صدای قژقوژی که شما میشنوید مال دوربینه. و به محض اینکه اون زمان رو پیدا کرد شروع میکنه به کپی کردن و ریکورد کردن. خب همونطور که دید اینجا تموم شد. 5 ثانیه هم برای من تصویر سیاه میذاره و وقتی تموم بشه این پنجره بسته میشه. اگر من الان پلی رو بزنم اینجا و برگردم عقب، برم به ثانیه مثلا 35 ممیز 40، شما اگر خاطرتون باشه ما اینجاها رو دفعه قبل با هم دیدیم، 44، 45، 46، 47 و 48 دقیقا همونطور که شما دیدید با دقت فریم حتی سیکونس ما رو تو ادامه همین تیپ میذاره. خب همونطور که توی قسمت پرینت ویدیو گفتم ادیت تو تیپ دستور دقیق تری هست و علت دقتش همین چیزیه که ما اینجا با هم دیدیم. خب امیدوارم از بخش خروجی ما هم لذت برده باشید و بتونید توی کارهای آینده‌تون نهایت استفاده را ازش ببرید.